سلام و درود خدمت شما عزیزان، همراه با رسانه موزیکن، من علی حسین پورم و خیلی خوشحالیم که توی این برنامه هم با ما همراهین. این برنامه موضوعش چیه؟ ما چند وقت پیش برنامه ای رو منتشر کردیم در رابطه با اینکه یک خانومی بودن شکایتی داشتن در رابطه با اینکه پولی داده بودن به شهریار قنبری و ایشون کار بهشون تحویل نداده بودن، 2000 یورو یا 4000 یورو حضور ذهن ندارم دقیقاً، بهشون پول داده بودن و رفته بود گفته بود که آقا کار من چی میشه. بعد از یه سال دو سال بهش گفته بود که شما نمیدونم بی ادبی که از من کار میخوای یا همچین چیزی، و بلاکش کرده بود. ما اومدیم راجع به این موضوع صحبت کردیم. توی همون تایم هم معین شیرپور این قضیه رو تایید کرده بود که به واسطه آلبومی که براش تولید کرده بود هزینه های در واقع نوازنده ها و تنظیم ها رو نداده بود به معین شیرپور، و معین شیرپور هم از این قضیه ناراحت بود و میگفت که آره همچین رفتارهایی میکنه و بلاک میکنه و نمیدونم با ادبیات خاص خودش صحبت میکنه شهریار قنبری. ما اومدیم این برنامه رو تولید کردیم و گفتیم آقای قنبری، ما نه رد میکنیم نه تایید میکنیم این ویدیو رو، اما به عنوان هنرمندی که کارهای بزرگی کردید از شما انتظار میره که بیایید در رابطه با این قضیه صحبت بکنید به جای اینکه اشخاص رو بلاک بکنید. همون موقع ما رو هم بلاک کرد. بعد از این قضیه ظاهرا دلش تاب نیورده بود. دیروز بود یک ایمیلی برای ما فرستاده، آقای قنبری نوشته که I'll take you down، پایینت میکشم، در این روزهای سرنوشت ساز از شما به خاطر انتشار دروغ شکایت میکنم. شما دست راست و چپتان را تمیز نمیدهید، به سازمان اوج سپاه مرگ وصلید، شرم کنید سایبری های لومپن کف در باز. دیدار ما در دادگاه. فکر میکنم بالای 5-6 برنامه ما یا از شهریار قنبری دفاع کردیم، برای روز تولدش برنامه اختصاصی ازش تعریف و تمجید و آقا دمتون گرم که اینقدر خوبی، دمتون گرم که این همه خاطره ساختید برای ما، دمتون گرم که به ما مشق ترانه کردید، دمتون گرم که شعر فارسی رو تکون دادید، دمتون گرم و هزار و هزار تا چیز دیگه. توی برنامه‌های مختلف آقا چرا مثلا فلان کار، من یادم حتی با بنیامین بهادری ما مشکلمون سر چی بود، یادتون باشه بوی عیدی رو خونده بود بنیامین بهادری و ما اومدیم دفاع کردیم از شهریار قنبری که آقا این حق رو داره که اجازه نده کارها خونده بشه. تمام این برنامه ها رو دید و اومد لایک کرد. آقای قنبری لایکات هم که موجوده، برنامه ها رو دیدی توی اینستاگرام هم دیدی، شد همه رو اومدی لایک کردی، کامنت هم گذاشتی. اون موقع که ما این برنامه ها رو میذاشتیم که وصف به در واقع سپاه نبودیم، سایبری نبودیم، وصف به سازمان اوج نبودیم، الان شدیم وصف به سازمان اوج. با اولین انتقادی که ازتون شد ما شدیم کفترباز و لومپن و همه این چیزا. ما کفترباز، ما لومپن، پول دختر مردمو بده. بعد حالا اینکه میگم اومدید کامنت گذاشتید، نه که کامنت های چیزا، کامنت های حالا دست ما، اصلا نیازی به تشکر کسی نداریم. به طور مثال من به اشتباه گفته بودم شهریار قنبری، اومده بودید با یه لحن طلبکارانه کماکان کامنتتون هست که زیر 10 دقیقه برنامه‌ای که از شما تعریف و تمجید و دستتون درد نکنه بود، اومده بودید یک نام شاعر سرزمینتان را چی درست بگویید، شهریار نه شهریار. ببینید آقای قنبری، شما به لحاظ هنری برای بنده قابل احترامید در شخصیت هنریتون، ولی در شخصیت اجتماعیتون این احترام رو برای شما قائل نیستم که این مدلی صحبت میکنید. شو فکر کردی کی هستی که اینجوری صحبت میکنی؟ شماره 1، اگر احساس میکنی به خاطر کارهایی که نوشتی بنده به شما بدهکارم، بفرمایید بدهی رو بیام بدم، شماره حساب بگید بدهیتونو بدم، چون شما پول ظاهرا خیلی دوست دارید. اینجا یک رسانه موسیقیه و به حواشی و اتفاقات موسیقی رسیدگی میکنه. بارها و بارها از شما تعریف شد، یک بار یک سوال از شما شد که آقا بیاید یک درخواست، تازه بیاید توضیح بدید، با این ادبیات صحبت میکنین؟
چرا فکر میکنید به خاطر 4 تا شعری که نوشتین، برای دل خودتون هم نوشتین، پولش هم گرفتین، حالا یه زمانی گرفتین یا اصلا نگرفته باشین هم، حقا اینجور صحبت کردن رو نداری؟ لومپن کفترباز ما وصلیم، چطور به من مجوز چاپ کتابم رو نمیدن، کتابای شما داره چاپ میشه، بعد من وصلم شما وصل نیستی؟ به ما میگی لومپن کفترباز وصل؟ شما برای خودتون فاز کمونیستی و فاز حزب توده و فاز روشنفکری برداشته بودید، یه کاری کردید که برای خودتون نون شد، رفتید آمریکا برای خودتون زندگی کردید، چند نسل بعد از خودتون رو انداختید تو دردسر، الان زبونتون درازه میگید که نمیدونم ما وصلیم، حالا ما شدیم وصل؟ اصلا نسل شما پدر چند نسل بعد از خودش رو درآورده؟ یک بار اومدید به خاطرش معذرت خواهی بکنید که الان هر کی هر چیزی میگه میشه وصف به همین اتفاقی که شما رقمش زدید؟ با کی کار داری شهریار قنبری؟ سنت بالاست، احترامت واجبه به لحاظ هنری، ولی کسی که اینجوری صحبت میکنه به لحاظ اجتماعی برای من احترامی نداره. از 4 تا از همکارات میپرسیدی که با کی داری صحبت میکنی؟ بهت میگفتن، از اونایی که صف میکشیدن برای اجرای کنسرتشون حداقل میپرسیدی که داری با کی صحبت میکنی. میام شکایت میکنم، خب برو شکایت کن. کیو از چی میترسونی؟ هر مشخصاتی هم خواستی به خودم بگو بهت میدم، اسم و نام پدر و نام خانوادگی و نمیدونم شماره پاسپورت و شماره آیدی کارت ایرانی، هر چی خواستی بگو بهت میدم. حالا در انتها آقای قنبری، من وصل، من لومپن، من کفترباز، شما درست میگی، پول دختر مردم چی شد؟ پول معین شیرپور چی شد؟ چرا اونو نگفتی؟ ما از شما همچی توضیحاتی رو خواستیم، خواستی توضیح بده، نخواستی توضیح نده، اهمیتی نداره بخوای توضیح بدی توضیح ندی. امیدوارم که توی شکایتی که داری میکنی موفق بشی آقای قنبری، به سلامت. دوستان عذرخواهی میکنم اگر عصبانی بودم، اگر با لحن تندی صحبت کردم، از شما عذرخواهی میکنم. دلیلش اینه که خب با یه سری اگر به زبون خودشون صحبت نکنی فکر میکنن لالی، و بعضی موقع آدم مجبوره با یک سری جوری صحبت کنه که متوجه حرفت بشه. ارادتمندم، خدا نگهدار.